مرتضی نیدا بود، فرزند بالاخان، معروف به بالاخان زرگیر بود و نوه یحیی خان از یک خانواده یهودی که موسیقیدان بودن و مدرسیان بودن همشون. او در سال 1279 خورشیدی متولد شد. پدرش وقتی استعداد مرتضی رو درک کرد، در کودکی فرستاد پیش رمضان ذوالفقاری از شاگردان میرزا حسین قلی. یک هفت ماه مشق کرد، بعد نزد آقا حسین قلی رفت که دو سال و نیم خدمت ایشون ردیف‌های موسیقی ایرانی رو فرا گرفت. بعد به محضر درویش خان رفت، در اونجا سه سال تا پایان دوره و دریافت تبرزین طلایی ادامه داد. وقتی در مقر خصوصی با قمر آشنا شد، قمر حلوش دو تا سه سال بود، به سال 1300 در کلاس مرتضی خان درس دید. بعد در سال 1303 اولین کنسرتشون رو با هم برگزار کردن. این کنسرت ها ادامه دار بود در سالن گراند هتل و سینما پالاس تهران و این همکاری و همراهی تا آخرین لحظات عمر قمر ادامه داشت و مرتضی خان همدوش و همراه او بود. حتی در مراسم خاکسپاری که تعداد اندکی شرکت کرده بودن، او تمام زحمات رو به دوش گرفت و سعی کرد که مراسم بسیار خوبی رو برای قمر برگزار کنه. در سال 1304 مجوز رسمی کلاس خودش رو از وزارت معارف و صنایع مستظرفه اون دوره دریافت کرد و اسم کلاس رو به احترام استاد بزرگ خودش درویش گذاشت. از شاگردانی که در اون کلاس تربیت کرد، میتونیم از حسین سنجری، قمر مورک وزیری و اسماعیل کمالی نام ببریم. در سال 1305 وقتی فوت درویش اتفاق افتاد، بر اساس سانحه تصادف، اولین سانحه تصادف در ایران مربوط به درویش بود، او کنسرتی رو جهت پرداخت قرض‌های درویش برگزار کرد. با شروع به کار رادیو در تهران، او همکاری خودش رو آغاز کرد با رادیو و این تا سال 1334 ادامه داشت که او به تقاضای خودش از این کار برکنار شد و به شغل آزاد روی آورد و مغازه الکتریکی در خیابان لاله‌زار تهران دایر کرد. از برنامه های ضبط شدهش در صفحات شرکت هیز مستر وایس، اودئون و پولیفون آثاری برجامونده. او آخرین کنسرتش رو در سال 1338 به یاد قمر، دوست و یار دیرین برگزار کرد. آثار بیشتر آمده ماهور و اصفهان، همچنین تصنیف هدیه عاشق، مرغ سحر، آتش دل و بس کنه دل از آثار بسیار ماندگار اوست. در سال 1148 به دعوت رادیو ردیف‌های موسیقی ایرانی رو با تار ضبط کرد در 297 گوشه که قرار بود مبلغ قابل توجهی از طرف رادیو به ایشون پرداخت بشه، ولی نپذیرفت و گفت این هدیه من به ملت ایران هست. و به همین دلیل رئیس رادیو تلویزیون ایران به او یک لوح تقدیر اعطا کرد. در سال 1350 در تالار رودکی بزرگداشت برای ایشون برگزار شد و نشان درجه 5 حکومتی به ایشون داده شد. در سال 1358 بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به آمریکا رفت و در 17 سپتامبر 1984 هولوش 1363 خورشیدی در لس آنجلس مراسم تجلیلی با حضور شهردار لس آنجلس و هنرمندان و موسیقیدانان ساکن آمریکا برگزار شد که به ایشون لوح سپاسی تقدیم شد از طرف شهردار لس آنجلس و نهایتاً مرگ او در 10 صبح روز سه‌شنبه 31 جولای 1990 برابر با 9 مرداد 1369 اتفاق افتاد.
نزدیک سان فرانسیسکو در کنار فرزندان و نوه های خودش. آرامگاه او چندین کیلومتر دور از وطن در آرامگاه کلما می باشد. مرتضی نیداوود نوازنده چیره دست و موسیقیدان بسیار باسواد و ردیفدان کامل و استاد کامل. او در سال 1279 در تهران متولد شد در یک خانواده یهودی. پدرش بالاخان بود که با تار و تنبک آشنایی داشت و استعداد مرتضی را از کودکی دریافت و به کلاس میرزا حسین قلی برد. مرتضی را دو سالی مرتضی در نزد میرزا حسین قلی کار کرد، سه سال هم نزد درویش خان، تا اینکه موفق به دریافت نشان تبرزین طلای درویش شد که به شاگردان ممتاز ارائه میکرد. او از 20 سالگی کلاس درس خودش رو دایر کرد و به آموزش تار و همچنین ردیف موسیقی ایرانی پرداخت. بعد از مرگ نابهنگام درویش که اولین تصادف اتومبیل در ایران هستش، شاگردان درویش رو به کلاس خودش فراخوند و یادگیری اونها رو به عهده گرفت. در یک مجلس خصوصی با قمر ملوک وزیری آشنا شد و با به همکاری این دو از همون سالها آغاز شد، تا اینکه از سال 1303 قمر صفحات بسیار زیادی رو با تار مرتضی خان نیداوود ضبط کرده. بعد از تأسیس رادیو با هنرمندانی چون رضا محجوبی، موسی معروفی، ادیب خانساری، حبیب سمایی، ابوالحسن سبا و دیگران همکاری کرد و به رادیو رفت. همچنین آثار بسیار زیادی چه به عنوان تصنیف یا ساخته های خودش و چه به عنوان نوازندگی تا و همراهی کننده آواز با خوانندگانی چون ملوک زرابی، ادیب خانساری، جواد بدیزاده، غلام حسین بنان و روهنگیز داشته. در سال 1348 مجموعه 300 گوشه رو از ردیف موسیقی ایرانی ضبط کرد که توسط انتشارات ماهور منتشر شده. او در خیابان فردوسی سالهای زیاد مغازه الکتریکی داشت و در سال 1359 بعد از انقلاب اسلامی به واسطه اینکه محدودیت های برای موسیقی ایجاد شده بود و همچنین ازش روایته که گفته در مملکتی که صدای زن حرام باشه و نشه اجرا کرد و زن نتونه بخونه، من از اون کشور میره. به این واسطه بود که از ایران رفت و تا سال 1369 تا دوی مرداد 1369 در امریکا بود و در همونجا هم بدرود حیات کرد. از آثار مهمش تصنیف مرغ سحر که جزو ماندگارترین تصانیف ایرانی هست، همچنین همین قطعه یعنی شاه من ماه من که با شعر حسین بژمان بختیاری است و در اواخر این شعر از تخلص پژمان هم استفاده شده، یا بیشتر آمده اصفهان که البته نوع کامل تره این قطعه، همون بیشتر آمده اصفهان هست که یه بخش عشاق اصفهان رو هم داره، اما در دست شاه من ماه من اون قسمت اجرا نشد. همچنین تصنیف مرغ حق و آتش دل. مرتضی نیداوود از موسیقیدانان و آهنگسازان و نوازندگان به نام تار و ستار بود. البته بیشتر به نواختن تار معروف هستشون و تصنیف های مرغ سحر بیشتر آمد بیات اصفهان و همین بیشتر آمد از جمله آثار بسیار به نامش هست. او رنگ ها و تصنیف های دیگه و بیشتر آمد های دیگه ای هم ساخته که بارها به اجرا در آمده.